کارشناسان ملل متحد از برخورد یونان با مهاجران ابراز نگرانی کردند. ده‌ها هزار دوز واکسن کرونا در هامبورگ دور ریخته می شود. کارشناسان بخش حقوق بشر سازمان ملل از برخورد یونان با مهاجران و کسانی که با آنها کمک می کنند انتقاد کرده است. آنها از حکومت یونان خواستند که تلاش‌های بیشتر را برای جلوگیری از ناپدید شدن مهاجران به خرج دهد. کمیسیون مبارزه با ناپدیدسازی اجباری که در شوکات کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد فعالیت می‌کند، روز سه‌شنبه در ژنو گفت که از جرم‌انگاری فعالیت‌های جستجو و نجات مهاجران و همچنین اقدامات و تهدیدات علیه فعالانی که به مهاجران متأثر شده از عقب زدن غیرقانونی کمک می‌کنند نگران است. کارشناسان سازمان ملل متحد به گزارش‌های استناد کردند که بر اساس آنها شمار زیادی از مهاجرینی که تلاش می‌کردند از طریق مدیترانه یا مرز دریایی ماریتسا به یونان برسند ناپدید شدند و حکومت یونان هیچ آماری از این موارد را در دست قرار نداده است. این کمیسیون از حکومت یونان خواسته است که اقدام‌های بیشتر را برای جلوگیری از ناپدید شدن مهاجران روی دست گیرد. در مورد چنین رویدادها توضیح بدهد و مسئولین این اعمال را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. کارشناسان سازمان ملل متحد صریحاً از عقب زدن مهاجران انتقاد کردند که از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی است. آنها از یونان خواستند که تلاش‌ها برای جستجوی مهاجران ناپدید شده را بیشتر سازد، مهاجران جان باخته را شناسایی کند و اجساد آنها را به کشورهایشان بازگرداند. سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته در ارتباط با برخورد یونان با مهاجران از یک روند نگران کننده سخن گفت. به گفته این سازمان کسانی که به مهاجران و پناهجویان کمک می‌کنند در این کشور مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند. همچنان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی محافظان مرزی یونان را متهم کرده است که مهاجران را برای عقب زدن مهاجران دیگر استخدام می‌کنند. این سازمان برای تهیه این گزارش با 26 پناهجوی افغان مصاحبه کرده است. ده‌ها هزار دوز واکسن کرونا در هامبورگ دور ریخته می‌شود. به گزارش اندیار انبارهای واکسن ایالت هامبورگ پر شده است و احتمالاً در ماه‌های آینده ده‌ها هزار دوز واکسن کرونا دور ریخته می‌شود. به گفته مقامات اجتماعی این ایالت، هامبورگ در حال حاضر حدود 100 هزار دوز واکسن از تولید کنندگان بایونتک فایزر در انبارهای خود دارد. از این تعداد حدود 60 هزار بسته احتمالاً باید در هفته‌های آینده دور ریخته شوند زیرا تاریخ مصرف آنها به پایان می‌رسد. در میان 40 بسته باقی مانده را می‌توان تنها تا پایان ماه جون نگهداری کرد. در واقع یکی از دلایل اصلی این امر بالا بودن تعداد مبتلایان در این ایالت است زیرا کسانی که به کرونا مبتلا می‌شوند واکسیناسیون تقویتی خود را باید حداکثر 3 ماه پس از بهبودی دریافت کنند. گفته می‌شود بیش از 94% از کل بزرگسالان در هامبورگ دو بار واکسینه شدند و همچنین 71% نیز واکسن تقویت کننده دریافت کردند. از اینکه در این ویدیو ما را همراهی کردید جهانی سپاس.